اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. برامي خداوندي هستي بخش وبارزي سلام ودرود خدمتي تك تكي بيننده‌های نهایت عزيزي تلویزیونی خورشید و دوستداران و علاقمندان برنامه فقهی خانواده. خرسند و خوشحال هستم که شما را باز هم با خود دارم و مطالبی را با شما شریک میکنم و در خدمت شما قرار دارم. امیدوار هستم که ما را تا آخرین لحظات برنامه همراهی بکنین و از داشته های امروز برنامه استفاده ببرین. دوستان نهایت عزیز، بحثی را که در جلسه قبلی آغاز کردیم و وعده سپردیم که ایره تکمیل میکنیم، پیرامون چگونه می توانیم در قلوب همدیگر مؤثر واقع شویم، چگونه می توانیم محترم باشیم نزد دیگران و چگونه می توانیم محبوب باشیم، محبوب قلوب دیگران باشیم. و گفتیم که پنج چیز در وجود انسان طبیعی و فطری است: عقیده، تقلید و احترام و همچنین اجتماعیت و نیازهای روحی. اجتماعیت، هر انسان مدنی به طبع است، نمیتونه تنها زندگی کنه. پس وقتی ما در اجتماع هستیم و میخواهیم محبوب باشیم، چیگونه میتوانیم محبوب باشیم؟ چیگونه یک زن میتوانه محبوب قلب شوهر خود باشه؟ شوهرش همیشه به این فکر کنه و همیشه دوستش داشته باشه. و فکر کنم که هر انسان من حیث انسان در جامعه کنونی از این موضوع بی نیاز نیست. از شخص خودم آغاز بکنیم تا ادناترین فرد افغان و انسان مسلمان، هر انسان خوش داره جزی طبیعت ما است، جزی فطرت ما است. البته انسانی که عاقل باشه، انسانی که سالم باشه و در اجتماع زندگی کنه، او دوست داره که دیگرا او را دوست داشته باشه، او دوست داره که دیگرا او را احترام کنه. پس هرگاه یک زن میخواهد بدانه که شوهر مرا دوست داشته باشه و یک شوهر میخواهد بدانه که دیگرا و خانمش او را دوست داشته باشه، باید ده مورد نسب العین خود قرار بده. اولین مورد تقوی الله عز و جل، تقوای الهی است، ترس از خدا و پرهیزگاری، اطاعت از اوامر خدا در فهرست قرار دار. از خدا بترس، محبوب همگانی، تقوای الهی داشته باش، دوستی و محبت تو در قلب همگی موج میزند. چرا خداوند متعال چی زیبا میفرماید: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مسلما حقیقتا یقینا آنانی که ایمان آوردن و عملهای نیک کردن، تقوا پیشه کردن، سیجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله، خداوند محبت را در قلب از او جاگزین می سازد، محبت او را در قلب دیگر جاگزین می سازد. خداوند محبت را در قلبش جای می ده، محبت خرد، محبت کلان، محبت دوست، محبت خیش، اقارب، محبت دور، محبت نزدیک، محبت الله از پیغمبر و از مؤمنین. چیزی باز به این تقوا پیشه کنیم تا محبوب همگی باشیم. به همین خاطر است که رسول پاک صلی الله علیه و سلم در حدیث زیبا می فرماید، در حدیث جالب و زیبا: اذا احب الله امرأ، وقتی خدا شخصی را دوست بدارد، شخصی را دوست بدارد، نادا جبریل، برای جبریل ندا میکنه، اینی احب فلانن، به جبرئیل میگه من فلانه را دوست دارم. پروردگار اعلام میکنه به جبرئیل که من فلانه را دوست دارم. فیحب جبرئیل،
جبرئیل علیه السلام هم او را به دوستی میگیره. ثم ینادی فی السماء، بعد به اهل آسمان صدا میزنه جبرئیل، ان الله یحب فلانا، خداوند فلانی را دوست داره، فاحبه، ای اهل آسمان شما هم او را به دوستی بگیرید. فاحبه، پس اهل آسمان هم او را به دوستی میگیره. کسی را الله به دوستی بگیره، به جبرئیل میگه من او را به دوستی میگیرم، جبرئیل هم او را به دوستی میگیره. بعد به اهل آسمان صدا میزنه، اعلام میکنه خبردار، فلانه ولد فلانه یکی از بنده های الله در زمین، الله دوستش داره، شما هم او را دوست داشته باشید. اما اذا وقتی که خداوند غضب کند، بالای بندش صدا میزند اینی ابغض فلانا، نعوذ بالله من ذلك، ما فلان بنده ما دوست ندارم، از فلان بنده بیزار است. بعد به جبرئیل میگه، جبرئیل هم از او بیزاری خود اعلان میکنه. بعد به اهل آسمان صدا میزنه، بعد میه به اهل زمین، اما طوری که در جانب دوستی جبرئیل بعد از او به اهل زمین پایین میشه، صدا میزنه به تمام ارواح انسان ها که خبردار، فلانه را الله دوست داره. و در جانب مقابل جبرئیل به زمین پایین میشه، میگه با خبر، فلانه را الله بد میبینه. پس دوستای نهایت عزیز، کسی را که الله دوست داشته باشه، مخلوق هم او را دوست داره. و این دوستی اول در بین زن و شوهر ظاهر میشه. هرگاه دیدی شوهرت تو را دوست داشت، خواهر گرامی، بدان الله هم تو را دوست داره. هرگاه دیدی خانم تو را دوست داشت، بدان احترامت داشت. البته دوستی قلبی، دوستی ها هم دو قسم است، دوستی نفسی. او دوستی نفسی بعد از 11 ماه تمام میشه، غذای نفس پوره میشه. بعد از خوردن غذای نفس، البته چون امروز ما بسیار فسقا و فجرا داریم که اونا یک دیگر خود دوست دارن، ولی این دوستی لله نمی باشه، این دوستی نفسی است. بعد از اینکه اینا یک جا شدن، بعد از 7 ماه 6 ماه این دوستیشان همگی میره تمام میشه، بعد اینا دشمنی هم دیگر است. و می خاطر است که صلحا میگه اینی لاعلم، اینی لاعلم حالی مع الله، من میگه حال خود با الله چگونه میدانم. صلحای ما، بزرگای دین ما میگه من احوال خدا با خدا چگونه میدانم. اینی لاعلم حالی مع الله فی حب زوجتی، در دوستی همسرم میدانم. هرگاه همسر مرا دوست داشت، میدانم الله مرا دوست داره. هرگاه مسلمان ها مرا دوست داشت، میدانم الله مرا دوست داره. اصلح، اصلح بینک و بین الله، بین خدا و بین الله صلح بکن. مشکل خود با الله حل بساز، الله مشکل تو را با بنده ها حل می سازه. با الله دوستی بکو، محبت بکو، الله تو را به دوستی میگیره. این جمله زیبای صلحای ماست، بزرگای دین ماست، که هرگاه همسر ما را دوست می داشت، می دانستیم الله هم ما را دوست داره. هرگاه می دیم روابط اولادمان، امروز متاسفانه دختر از ما چرا اطاعت نمی کنه؟ سر و صداست، پسر چرا از ما اطاعت نمیکنه؟ خانم چرا از ما اطاعت نمیکنه؟ چرا دوست ما نداره؟ چون ما از الله اطاعت نمیکنه. جای داره که واقعی ابن ملیکه باز هم خدمت شما عرض کنم. میگه وقتی افغانستان فتح میشد، تعدادی از یاران پیغمبر در سرزمین پایین شد، غذاهای نان خشک چند روزه را از کمر خود بیرون کرد، در لب بحر با آب تناول کرد، بعد ریگ هموار کرد، وضو گرفت که نماز بخوانه. این آقا از طرف جنگل شیری تن به طرفش می دود، استاد شد در مقابلش، میگه من از ترس به درخت برآمدم. به درخت، کسی که راوی این حدیث است، میگه من به درخت بلند شدم، ترسیدم که حالی ای شیر آمد ای صحابی را تکه تکه میکنه. میگه به طرفش گفت که به اذن خدا استاد شو، میدانی من کیستم؟ من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم است. فکرت باشه
خداوند غذای تو را در بدن ما قرار نداده، برو جای دیگه جستجو بکن. میگه شیر دور کرد را. بعد میگه نماز خان دعا کرد، میگه به حد از این دعا کرد که اشک ما از بالای درخت بالای از این میچکید. صحابی است که شیر اطاعتش میکنه، صحابی دیگه شیر از جنگل به خانش میره، بگاه به خانش میره، صبح دوباره به جنگلش میبره. کسی میگه این شیر چگونه است اطاعت میکنه؟ میگه خبر نداری، تا وقتی ما از الله بترسم از الله اطاعت کنم، شیر چی میکنی؟ کل انسان ها از ما اطاعت میکنه، زمین از ما اطاعت میکنه، آسمان از ما اطاعت میکنه. امروز زن از ما اطاعت نمیکنه، پسر و دختر از ما چرا اطاعت نمیکنه؟ ما از الله اطاعت نمیکنیم. این مقوله صلحا را نباید فراموش کنین، اینی لاعلم حالی مع الله فی حب زوجتی، محال خدا با خدا میدانم وقتی که با خانمم محبت میکنم، خانم با ما محبت میداشته باشه. هرگاه خانم مرا دوست داشت میدانم الله هم مرا دوست داشت. اولادم از من اطاعت کرد، دیگران مرا دوست داشت، محبوب و محترم بودم، میدانم که الله هم مرا دوست دارد. دوست عزیز همراهی من بکنیم، اما بعد از نشر یک حدیث مبارک زود برمید. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن. از أنس رضي الله عنه روايت است که گفت از رسول الله صلى الله عليه وسلم شنیدم که می فرمود خداوند تعالی می فرماید ای فرزند آدم، هرگاه تو مرا خواندی و از من امید نمودی، تو را می آمرزم و هر عملی که باشی و باکی ندارم. ای فرزند آدم، اگر گناهانت به آسمان برسد و بعد از من آمرزش طلبی، تو را می آمرزم و باکی ندارم. ای فرزند آدم، اگر به فاصله و وسط زمین از گناهان نزدم بیایی، سپس با من روبرو شوی در حالی که به من چیزی را شریک نیاورده ای، همانا به پلی زمین از آمرزش نزدت می آیم. دوستان نهایت عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان چگونه می توانیم در قلوب یک دیگر مؤثر واقع شیم، محبوب باشیم و محترم باشیم. شما را خوش آمدید میگم. اولین چیزی که میتونه ما را محبوب بسازه، محترم بسازه نزد دیگرا، تقوای الهی است، پرهیزگاری است، ترس از خداست. اولاد از ما زمانی که اطاعت کرد، همسر از ما اطاعت کرد، نزد مردم محبوب بودیم، بدانیم که نزد الله هم، نزد اهل آسمان، نزد جبریل و نزد اهل زمین محبوب است. پس اگر می خواهیم همگی شما را دوست داشته باشه، با الله دوستی کنیم به فرمان خداوند جل ذکره و الله محبوب قلبتان باشه، محبوب دلتان باشه. زیرا خداوند می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی از خدا بترسه، برای تمام مشکلاتش، برای تمام مشکلاتش راه بیرون رفت پیدا میکنه. و من یتق الله، هر کس که باشه، هر کس که باشه از الله بترسه، تقوا پیشه کنه، به خاطر حل تمام مشکلاتش الله راه بیرون رفت پیدا میکنه. آیه بعدی و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، و هر کی تقوا پیشه کنه، از خدا بترسه خداوند در همه کارهایش آسانی میاره. چرا امروز ما دوچار مشکل هستیم؟ چرا امروز نمیتونیم بین زن و شوهر
به وحدت برسیم. دختر با مادر به وحدت برسه، به عنوان کلمه یک خانواده داشته باشیم. چرا؟ چون ما تقوا نداریم، پرهیزگار نیستیم، تقوای الهی نداریم، از خدا نمی ترسیم. ترس خدا سرمنشه تمام عبادات است. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. کسی از خدا بترسه، خدا در تمام کارایش آسانی میاره، هیچگاه با مشکل مواجه نمیشه. خدا دوست ماست، خدا ما را دوست داره، دشمن ما نیست. اولین چیزی که دوستای عزیز باید در فهرست کارتان قرار داشته باشه، اگر میخواین محبوب خدا، محبوب پیغمبر، محبوب قلوب همه باشین، محبوب زن، محبوب شوهر باشین، پس تقوای الهی اختیار کنین. هر تصرفتان طبق فرمان الله باشه. دوم، الابتسام. الابتسام، تبسم. تبسم، تبسمک فی وجه اخیک صدقه. میخوای محبوب شوی، همیشه لبی پر از تبسم باش. عبوس و تنخو نباش، همیشه پیشانیت گره خورده نباش. از لحاظ طبی هم امروز اطبا ثابت میکنن که پیشانی عبوس چقدر به عضلات فشار میاره و چقدر به صحت مضر هست. انسانی که عبوس گرفته کرشت و درشت میباشه، همیشه با پیشانی گرفته با دیگر مواجه میشه، این انسان از لحاظ روانی هم مشکل داره. این انسان همیشه در یک حالت بحران زندگی میکنه، همیشه نگران است و حتی فشار بر بالای اعصاب یزی، بر بالای عضلات یزی وارد میشه. و خود تبسم یک نوع تداوی انسان است. انسانی که همیشه تبسم میکنه، همیشه لبی پر از تبسم داره، با پیشانی باز مواجه میشه، این انسان صحتمند است. از لحاظ طب، اطباء را میدانند و میفهمند، علمای روانشناسی و علمای اجتماعی. و می خاطر است که پیغمبر علیه السلام می فرماید لا تحقرن بالمعروف، هیچ امر نیک را تحقیر نکنین، هیچ کاری نیک حقیر نشمارین. ولو ان تلقا اخاک بوجه تلق، اگر چندی که برادرت را با پیشانی باز مواجه شوی، یک معروف معرفی میکنه، یک امر پسندیده و یک امر نیک پیغمبر معرفی میکنه. هشت چیز را دوستای نهایت عزیز شوهر از خانم خود خوش نداره. هشت چیز را خانم از شوهر خود خوش نداره. پس دومین چیزی که ما میتانیم محبت خود همیشه در قلب دیگرا زنده نگه بداریم، به این فرمان پیغمبر عمل کنیم. هیچگاه یک معروف را خرد نگیرین، اگر چند که روبرو شدن با برادرتان با پیشانی باز باشه. تبسم بر روی برادر صدقه و عبادت است، هم از لحاظ دینی و شرعی، هم از لحاظ طبی و علمیش. تبسم به صحت انسان، به روان انسان، به قلب انسان مفید است. هشت چیزی که یک خانم، یک شوهر از خانم خود دوست نداره چیست؟ هشت چیزی که یک شوهر از خانم خود دوست نداره. پس از همه خواهرای خود میطلبم این هشت چیز یادداشت بگیرن که هیچ مرد از زن دوست نداره که هشت صفت در یک زن باشه. اول، زنی مسیطره. زنی مسیطره چی معنی؟ زنی که قدرت طلب است، میخواد سلطه داشته باشه در خانواده، میخواه آمیر باشه، دیگرها تحت امرش باشه. زنی سلطجو، زنی قدرت طلب، زنی خودخواه هیچگاه یک مرد دوستش نداره. در هر زنی که این نزعه باشه یا این صفت باشه، کوشش کنه که از خودش دور کنه. زنی مسیطره. دوم، زنی کذوبه، زنی دروغگو. ما قبلا هم بحثای داشتیم دوست عزیز که هیچگاه دوستی با دروغ نمیتونه دوام پیدا کنه. به هیچ قیمت نباید به همسرتان دروغ بگید، خانم به شوهر و شوهر به خانم خود.
گفتیم حیثیت یک میخ کج داره، هرچی به دیوار بزنی داخل نمیشه تا وقتی راستش نکنی. محبتت هیچگاه در قلب شوهرت داخل نمیشه تا وقتی که راست نسازی خودت و دروغ خودت دور نکنی. دومین چیزی که مرد از زن بدش میه کذوبه هست، دروغ گو. سومین چیزی که یک شوهر از خانم خود خوش نداره بدخویی است. زنی بدخوره شوهر به هیچ قیمت دوست نداره. زنی که هر چیز بانه میگیره، غال مغال میکنه، بانه میگیره، گریه میکنه، وقتی عیبش بگوی زورش میده، در حالی که عمر میگه، عمر امیر المؤمنین خدا ببخشه انسانی را که عیب ما به ما یاد میده، مرا عیب ما نشان میده، وقتی به خلافت میشینه دستور میده که هر کس کجی عمر راست کنه. کی آماده است که عمر منحرف شوه؟ عمر منحرف شوه، کی آماده است کجی عمر راست کنه؟ یک ریش سفید بلند میشه میگه ما راستت میکنم. عمر شکر میکشه، ثنای خدا را میگه که در اتباع عمر کسی پیدا میشه که کجی عمر راست کنه. پس چرا خواهر گرامی وقتی شوهر عیبت میگه ناراحت میشی، بدخویی میکنی، تنخویی میکنی؟ شوهر خانم تنخو و بدخو را دوست ندارد. پنجمین چیزی که شوهر دوست ندارد، دوستای نهایت عزیز و خواهرای گرامی، گوشگیر. خانمی گوشگیر شوهر خوش نداره. همیشه ببینی که در یک گوشه نشستگی است و مصروف خود است، معلوم نیست چی وظیفه انجام میده، چی کار میکنه، مصروف چیست معلوم نیست. او یک گوشگیر منزوی. ما و شما اشخاصی که منزوی است به دو صفت میشناسیم، یا مریض است، صحت روانیش خوب نیست، دیوانه است، نمیخواد در اجتماع باشه، مثل پودری های پل سوخته ولی در زیر پل زندگی میکنه. پس نباید تو منزوی باشی، گوشگیر باشی، باید تبسم کنی، باید خنده کنی، باید مزا و خوشتبی با شوهر و با خانوادت کنی، همیشه نشیط باشی، سر حال باشی. شوهر زن گوشگیر دوست نداره. و یا گوشگیری به سبب عزیز که انسان نمیتونه در جامعه انسانی را پیدا کنه که صالح به صحبت باشه. خب شوهر بهترین کس صالح برای صحبت است. تو وقتی با شوهر خود صحبت نمیکنی همیشه گوشگیر و منزوی هستی، پس تو با کی باید صحبت کنی؟ پس پنجمین چیزی که دوستای نهایت عزیز، مادرها و خواهرای گرامی، شوهر دوست نداره گوشگیری است. زنی گوشگیر دوست نداره. اول گفتیم سلطجو و خودخواه. دوم گفتیم زنی که دروغگو هست و گوشگیر است، بدخوست، هر چیز بانه میکنه گریه میکنه، هر چیز بانه میکنه، بانه میکنه، بدخویی میکنه و تنخویی میکنه. خبردار، شوهر چنین خانم دوست نمیداره. ششم، زنی عنید. زنی که همیشه عناد داره. عناد، زنی عنیده کسی، او زنی را میگه که وقتی شوهر او را به کار امر کنه حتما در مقابل شوهر گفتگو میکنه، اگر او کار خوب باشه یا خراب باشه حتما به شوهرش میگه که به این دلیل یا به این دلیل من انجامش نمیده. یعنی با شوهر همیشه مخالفت میکنه، همیشه با شوهر خود گفتگو میکنه، سر و صدا میکنه. در حالی که ما یکی از صفات زنان ممتاز خواندیم که او مطیعه میباشن، از شوهر خود اطاعت میکنه و پیغمبر بشارت جنت داد. ما را همراهی بکنین دوست عزیز، بعد از نشر یک حدیث مبارک زود برمیگردیم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. از جابر رضي الله عنه روایت است که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمود: آنچه میان انسان و کفر و شرک فاصله می اندازد نماز است.
دوستان حت عزیز، شما را خوش آمدید میگم به ادامه بحثمان در ارتباطی از اینکه چگونه میتونیم محبوب قلوب دیگران باشیم، چگونه میتونیم در قلوب دیگران مؤثر واقع شیم. اولین چیز گفتیم تقوای الهی است. دوم ابتسام و تبسم است. میخوای محبوب باشی، همیشه لبی پر از تبسم داشته باش. و همچنین گفتیم که 8 صفت یک مرد از خانم خود خوش ندار. زنی عنید که همیشه در مقابل حرف شوهرش حرف میزنه، همیشه در مقابل گپش گپ میزنه، و زنی که همیشه یک نواخت زندگی می ملال آور است، همیشه با یک لباس، با یک سر و صورت، با یک نواخت زندگی کردن ملال آور است برای یک مرد. باید یک زن سلیقه‌ای باشه، کوشش بکنه در لباسش نواوری کنه، در غذایش نواوری کنه، در امور خانوادهش نواوری کنه. همیشه یک نواخت نباید یک زن زندگی کنه، برای یک مرد ملال آور است. و همچنین دوستای نهایت عزیز، زنی که زیاد نق و پق میکنه برای در مقابل شوهرش، همیشه همیشه و همیشه از کار خانه، از وظیفش، از امور خانواده، از تربیه اولادش شکایت میکنه، این زن یک شوهر خوش نداره، دوست نداره. یکی از برادرها میگه با خانم ازدواج کردم، نمیدانستم، از خوی و خواص و اخلاقش خبر نداشتم. این زن از امو زنی بود که همیشه نق میزد و همیشه شکایت میکرد، همیشه ناراض بود از زندگی. ما شما میدانیم که یک انسان نباید منفیگرا باشه، همیشه منفی باف باشه، همیشه مشکلات با مشکل حل کنه. مشکل با مشکل حل نمیشه. میگه بالاخره با این ازدواج کردم، خب سالهای سال تحملش کردم، به حد رسید دیگه تحملم، صبرم لبریز شد، گفتم دیگه خانم نمیتونم، یا مشکل خود حل بکو و یا این که دیگه هازا فراق و بینی و بینک، دیگه بین ما و تو باید جدایی بیه. خانم میگه گفتی کارم برام مشکل است. وقتی که مشکل است برو دیگه، تو طلاق است. نباید زیاد یک زن نق پک کنه، زیاد سر و صدا کنه، زیاد از زندگی شکایت کنه. و صفت هشتم و آخر که یک مرد از زن خوش نداره، صفت سلبی است. نمیشه، نمیتونم، در توانم نیست، خسته هستم، ناتوان هستم، استعداد ندارم. این صفت سلبی، همیشه نمیشه، کلمه نمیشه، نمیتونم، صفت سلبی است. نباید یک زن چنین کاری داشته باشه. همیشه باید مثبت فکر کنه، نباید همیشه منفی باف باشه. پس این 8 صفت را خواهرای گرامی و مادرای عزیز، مرد دوست نداره. اگر این 8 صفت در شما موجود باشه، کوشش کنین از خود دور کنین، محبتتان در قلب شوهرتان زنده میشه، دوستیتان در قلب شوهرتان زنده میشه، و یک زندگی کاملا زیبا و یک زندگی کاملا خوش و سر حال می داشته باشه. و 8 صفتی که زن از شوهر خوش نداره، این مردها باید متوجه باشن. 8 صفتی که هیچ زن خوش نداره که در وجود یک مرد باشه. اول بخل است. اول بخل است. هیچگاه یک زن مردی بخیل دوست نداره. دوم جبن است، ترسو بودن. یک مرد بزدل و ترسو را هیچ زن خوش نداره. سوم غادر باشه، ظالم باشه، همیشه بخواهد که بر حق دیگران تجاوز کنه. مثل که ما مردای داریم امروز غذای خوبتر و لذیذتر پیش خود میمانه، اولادش گرسنه، زن و فرزندش میبینه، خوبترین غذا را این میخوره. این مرد غادر است. مرد فاجر زن خوش نداره. مردی که بدکار باشه، مردی بدفعل باشه، مردی بدقواره را زن خوش. هدف از بدقواره نیست که خلقتا یک مرد بدقواره خلق شد زن خوش نداره. هدف از بدقواره که چرکین باشه، بدبو منتن باشه، سر و صورت نامرتب، لباس نامرتب داشته باشه، زن خوشش نداره. مردی ساده را زن خوش نداره. مردی گبره و زن خوش نداره. این صفات مردا کوشش کنن که از خود دور بکنن، تا اینکه محبوبی قلبی همسرایشان باشن و همیشه مورد احترام باشه. از اینکه دوست عزیز وقت دیگه با ما یاری نمیکنه، دیگه ما هم با شما ویدا میگیم و خداحافظی میکنیم. انشاءالله وعده میسپاریم که
ادامه بحث خود در جلسات آینده تکمیل خواهد کردیم. از اینکه تا اینجا ما را همراهی کردین از همتان تشکری میکنم و شما را به الله بنیاز میسپارم. تا دیدار بعد و برنامه بعد، الله نگهدارتان.